به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه زبان آموزان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. نسرین پاغنده هستم، مدرس زبان انگلیسی، در خدمتتون هستم با درس 15 ادامه مبحث اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش. خب، جمله سازی رو با هم یاد گرفتیم و نقش این کلمات رو داخل جمله تا حدی با هم کار کردیم و امروز میخوایم سوال ساختن رو یاد بگیریم. خب، طبق معمول ما دو نوع سوال داریم، yes no questions، WH question قاعده کلی ما هست. دوباره yes no question with to be verbs، yes no question with auxiliary verbs. در رابطه با WH question ها هم همین هست. یک قاعده کلی داریم در رابطه با سوال ها که اگر خوب تو ذهنتون بشینه، الان که در زمان حال ساده داریم کار میکنیم، توی زمانی که گرامر های بعدی رو با هم یاد میگیریم، حال استمراری، گذشته ساده، گذشته کامل، حال کامل، تمام قوانینی که برای سوال ها گفتیم اونجا هم صادقه، فقط یک کوچولو تغییر میکنه. بس اینا رو، سوال ها رو خیلی خوب یاد بگیرید. خب، بریم با هم مثال ها رو کار بکنیم تا ببینیم که این اسامی رو داخل جمله به چه صورتی برای سوال استفاده میکنیم. مثلا من میخوام بگم که آیا ما به اندازه کافی یا به تعداد کافی نوشیدنی برای مهمونامون داریم؟ نوشیدنی برای مهمون. نوشیدنی میشه drink، جزء اسامی قابل شمارش هست، جمع بسته میشه drinks، جمع میبندیم، میتونیم جمع ببندیم. و مهمان میشه guest، guest، مهمان جزء اسامی قابل شمارش هست که جمعش میشه guests، اس جمع میگیره. اوکی؟ خب، به اندازه کافی هم جلسه پیش با هم کار کردیم، میشه enough، enough. خب، yes no question هست، چون ما اینجا فعلمون از بودن و هستی چیزی سوال نمی کنیم، فعل ما have هست، بنابراین باید با افعال کمکی سوالمون رو بسازیم. So, do we have enough drinks for the guests? Do we have enough drinks for the guests? Yes, we do. No, we don't. جواب مثبت کوتاه، جواب منفی کوتاه. آیا ما به تعداد کافی نوشیدنی برای مهمون ها داریم؟ میبینید؟ به تعداد کافی نوشیدنی. Enough drinks. Enough drinks. دیگه چی؟ میخوام بگم که آیا اون بچه داره؟ وقتی که از وجود چیزی میخوایم سوال بکنیم که اصلا هست، هیچی، از اون چیزی که ما میخوایم سوال بکنیم با any سوال میکنیم. Okay? For example, does he have any children؟ که معمولاً بعد از any اگر اسممون جزء اسامی قابل شمارش باشه به صورت جمع میاد. اوکی؟ حالا یه سری اسامی هستن مثل child که جمعش دیگه است جمع نمیگیره، میشه children، حالتش تغییر میکنه. فقط اینو باید یاد بگیرین. اوکی؟ child بچه، children بچه ها. میگیم آیا، در واقع اینجوری ترجمه میشه، آیا او هیچ بچه هایی دارد؟ اینطوری ترجمه میشه، ولی ما اینجوری میگیم بچه داری. میخوام بگم که آیا شما بچه داری؟ میگم do you have any children؟ آیا اون خانم بچه داره؟ does she have any children؟ does he have any children؟ yes he does، no he doesn't. اوکی؟ پس any children اینجا به این صورت اومد داخل جملمون، این اسم قابل شمارشمون. مثلا میخوام بگم که آیا توی پاساژ مغازه لباس فروشی هست؟ خب توی پاساژ چون مغازه ها زیاده، بنابراین ما استور رو به حالت جمع استفاده میکنیم، stores. مغازه لباس فروشی میشه clothing stores، clothing، clothing store میشه مغازه لباس فروشی که جمع بسته میشه. وجود دارد، با هم کار کردیم، there is، there are، برای اینکه میخوام بگیم وجود داره یا وجود نداره به این صورت سوال میکنیم. خب تو حالت سوالی هم گفتیم که فقط جای is با there یا are با there عوض میشه، بنابراین میشه میگیم چی؟ گفتیم وقتی از وجود چیزی میخوایم سوال بکنیم با any سوال میکنیم، میگیم Are there any clothing stores in the mall? Are there any clothing stores in the mall? Yes, there are. No, there aren't. آره، وجود داره، آیا هستش؟ نه، نیست. اوکی؟
دیگه چی؟ میخوام بپرسم که آیا روی زمین آب زیادی هست؟ فکر کنیم مثلا آب ریخته. خب میخوام بگم الان روی زمین آب زیاده، اوکی؟ مثلا داریم از کسی دیگه میپرسیم، خودمون ندیدیم، میخوام بپرسیم. خب گفتیم water جزء اسامی غیر قابل شمارش هست، خب، و زمین میشه floor، روی زمین میشه on the floor، prepositionش on هست، on the floor روی زمین. خب دوباره ما میخوایم از وجود، از structure there is there are سوال بکنیم، به این صورت سوالمون رو بسازیم، میگیم is there much زیاد، گفتیم برای اسامی غیر قابل شمارش much میاریم، برای میخوایم بگیم زیاد، اوکی؟ Is there much water on the floor؟ ای ما گفتیم much یعنی زیاد، یعنی بیشتر از یه دونه، پس چرا اینجا گفتیم is there؟ بعد می گفتیم are there دیگه، از یه دونه بیشتره. خب نکته در رابطه با اسامی غیر قابل شمارش، اگر از این الگو، از این استراکچر there is there are بخوایم استفاده بکنیم، چون این اسامی به هیچ عنوان جمع بسته نمیشن و استجمع نمیگیرن، بنابراین ما فقط از there is استفاده میکنیم که سوالیش میشه is there. So is there much water on the floor؟ آیا مقدار زیادی آب رو زمین هست؟ Is there؟ نمیگیم are there. Yes, there is. No, there isn't. Okay؟ خب، میخوام بگم که آیا اون خانومه میخواد در رابطه با دوره یه مقدار اطلاعات به ما بده، یه مقدار اطلاعات بده. خب اطلاعات رو با هم یاد گرفتیم دیگه جلسه پیش، information، و دوره میشه course. course، کلمه course رو ببینید میشه دوره. هر دوره آموزشی یک کورس حساب میشه، اوکی؟ چه تو دانشگاه باشه، چه دوره رانندگی باشه، چه دوره مثلا آموزش زبان انگلیسی باشه، چه دوره آموزش موسیقی باشه، همه اونا رو بهش میگیم کورس، اوکی؟ خب میخوایم وان تو رو با هم کار بکنیم که یادمون نره دیگه، هی گرامرار، هی دروس قبلی رو هم کار بکنیم که یادمون نره تکرار بشه. خب آیا اون خانومه میخواد، با هم یاد گرفتیم دیگه، does she want to، does she want to، آیا اون خانومه میخواد چیکار کنه؟ give بده، اطلاعات بده. خب information گفتیم جزء اسامی غیر قابل شمارشه و گفتیم برای راحتی خودمون میایم از اون چارت وسط، از اون ستون وسط استفاده میکنیم دیگه. سو من براش سام رو انتخاب کردم. Does she want to give some information about the course? Does she want to give some information about the course? Yes, she does. No, she doesn't. Okay? آیا اون میخواد اطلاعات بده؟ Give information میشه اطلاعات دادن. Okay? Give information. حالا میخوایم بگیم یه مقدار، یعنی اطلاعاتی که میده از یه دونه بیشتره. گفتیم اگر بخوایم از یه دونه بیشتر بگیم میتونیم با some بیاریم. Give some information. Okay? خب میخوام بگم که میتونی برامون یه چند تا ساندویچ بگیری؟ میتونی برای ما یه چند تا ساندویچ بگیری؟ خب دوباره الان گرامر کن رو میخوایم کار بکنیم، یادآوری، مرور. یادتون میاد گرامر کن رو در رابطه با توانستن صحبت کردیم؟ خب can you buy a few sandwiches for us؟ can you buy a few sandwiches for us؟ خب دقت کردیم ما اینجا a few آوردیم، چون sandwich جزء اسامی قابل شمارش استجمع میگیره، بنابراین من اینجا افیو استفاده کردم. یه چند تایی افیو گفتیم فقط مخصوص اسامی قابل شمارش هست. So افیو sandwiches. افیو sandwiches. So can you buy a few sandwiches for us? For us. برای ما، که در واقع با هم کار کردیم ضمایر مفعولی رو، اگر یادتون باشه us رو. خب دیگه چی؟ میخوام بگم که آیا میتونی یه مقدار به من پول قرض بدی؟ قرض دادن میشه lend. lend. دوباره بخوایم از can استفاده کنیم، میگیم can you lend me some money؟ money جزء اسامی غیر قابل شمارش بود. some money یه کم پول، اوکی؟ یه مقدار پول. can you lend me some money؟
لند میشه قرض دادن، قرض گرفتن میشه بارو. اینم همینجا یاد بگیرین، بارو. بارو میشه قرض گرفتن، لند میشه قرض دادن. حالا اگر بخوام با بارو الان جمله‌مو بسازم چجوری میگم؟ Can I borrow some money from you؟ آیا من میتونم یه مقدار از تو پول قرض بگیرم؟ Can I borrow؟ Can I borrow؟ آیا من میتونم قرض بگیرم some money، یه مقدار پول، from you، از تو؟ Or can you، این دقیقاً جمله من با این یکیه. Can you lend me some money؟ آیا تو میتونی به من پول قرض بدی؟ آیا من میتونم یه مقدار از تو پول قرض بگیرم؟ خب اینا شدن جزء سوال ساختن، yes no questions، در رابطه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش. اینا رو خوب کار بکنید، توی درس بعدی میریم وارد WH question ها میشیم، ببینیم که اونجا به چه صورتی استفاده میکنیم برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش. افرادی که بورد رو نیاز دارن داشته باشن به آیدی اینستاگرام من learn through English پیام بدن، من عکس بورد رو براشون میفرستم. مثال، جمله سازی، تکلیف فراموشتون نشه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، شاد و پیروز باشید، خدا نگهدار.